سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز از مجموعه ایران سرویس شاپ در خدمت شما هستم با یه ویدیو آموزشی دیگه. امروز قوساز بوش مدل TIS 329 رو می‌خوام خدمتتون توضیح بدم. اگر دستگاهتون رو روشن کردین و با یه همچین پیغامی روبرو شدین چه کارهایی رو باید انجام بدین؟ جای نگرانی نیست، این یک پیغام هشدار هست. هر از گاهی ممکنه این چشمک زن بشه، به این معنی که شما باید دستگاهتون رو جرمگیری یا رسوب زدایی انجام بدید و کاملا به صورت خودکار تشخیص میده. عملیات یا برنامه رسوب زدایی هم کاملا به صورت خودکار باید انجام بشه. برای شروع برنامه رسوب زدایی ابتدا محلول و قرص مناسب این دستگاه رو باید تهیه بکنید، بعد میریم برنامه رو اجرا بکنید. محلول و قرصایی که تو بازار ایران در دسترس هست، چند تاشو من اینجا براتون آوردم که از فروشگاه خود ایران سرویس شاپ هم میتونید تهیه بکنید از طریق پیام دایرکت یا شماره تلفن هایی که تو ویدیو هم هسته. شما میتونید رو هر کدوم خواستین سفارش بدید. دو نوع محلول یا مواد شیمیایی برای انجام این برنامه نیاز هست، چون این مدل کالک اند کلین رو همزمان هم رسوب زدایی میکنه هم کلین. برای رسوب زدایی یه مواد خاصی نیاز داره، برای کلین هم باز قرص خاصی رو نیاز داره. برای کلین قرص 10 تایی خود برند بوش یا زیمنز هستش که با این بسته بندی اورجینال خودش هست، به این صورت که حتما باید همین رو تهیه بکنه، جایگزینی هم براش نیست. معمولا تاریخش هم این بالا، تاریخ تولیدش هم هک شده که حتما موقع خرید بهش توجه بکنه. این برای 10 بار هست، باید اینو داشته باشیم. برای قسمت آب و محلول به صورت قرص اگر تهیه بکنید باز با برند بوش آلمانی به این بس با این بسته بندی تو دسترس هستش. داخلش اگر باز بکنید 3 تا بسته دوتایی به این شکل هست که هر دفعه همین دوتاشو باید باز بکنید بندازید داخل دستگاه، که باز تاریخ تولید اینا هم زیر حک شده که باید موقع خرید بهش توجه بکنید، چون ممکنه با قیمت‌های پایین تو بازار باشه ولی تاریخش قدیمی باشه یا به شکل دیگه باشه. باز به صورت مایم با برند بوش هست، این هم میتونید تهیه بکنید. این لیمیتریه، برای 5 بار باز قابل استفاده هست. این هم تاریخش زیر هک شده، آلمانی و اورجینال خودش هستش. باز با برند یونیورسال میتونید تهیه بکنید. این هم برای قسمت مخزن آب هست، این هم برای 5 بار 300 میل تقریبا، برای 5 بار میتونید استفاده بکنید، هر بار 1/5 قابل استفاده هستش. خب هر کدوم از این محلول ها و قرص ها رو که انتخاب بکنید از نظر کیفیت تو یک سطح هستن، ولی خب از نظر بسته بندی به صورت محلول یا قرص میتونید تهیه بکنید، یا خب کشور مبدأش نحوه تهیهش ممکنه یه مقدار قیمت‌های متفاوتی باشه، ولی از نظر کارایی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. پیشنهادی خود ما که توی کارگاه برای مدل‌های مختلف اتوماتیک و دستی بوش، زیمنز، دلونگی داریم استفاده می‌کنیم، معمولاً هم توی کارگاه تقریباً شاید روزی 4 تا 5 تا دستگاه اتوماتیک داره رسوب زدایی انجام میشه، از این محصول ما استفاده می‌کنیم و با آب ایران خوب سازگار هستش برای 5 بار. اما قرصش همونطور که گفتم حتما باید از این محصول استفاده کنید. خب برای شروع رسوب زدایی شما باید این دکمه کالک اند کلین رو چند ثانیه نگه دارین به این صورت تا برنامه شروع به کار بکنید. به محض اینکه چراغ ثابت شد، همونطور که می‌بینید چراغ بالایی روشن میشه، بهتون میگه که سینی زیرش رو باز بکنید. به این صورت سینی چکیگی رو چک بکنید که داخلش آب نباشه و مقصد این قسمت دمپون رو باید بیارید بیرون. این قرص 10 تایی که بهتون توضیح دادم یه دونه از توش در بیارید و به این صورت از اینجا بندازید داخل دمپون، چون این قرص فقط دمپون رو براتون تمیز میکنه و دوباره یونیت دمپون رو به این صورت سرجای خودش قرار بده. اگه درست سرجاش باشه بیرون نباید بیاد.
خب بعد از این میاد دکمه دومیه روشن میشه و کالکن کلین چشمک زن میشه. توی این مرحله میگه حالا اون محلول شستشوی دوم رو به دستگاه اضافه بکنید، که توی این مرحله باید مخزن آب رو بیرون به این صورت. همونطور که میبینید روش یه علامت داره نوشته کالک نیم. شما باید محلول و آبی که دارید استفاده میکنید با همدیگه تا اینجا بیشتر نباشه. برای سادگی شما به این صورتی که میگم انجام میدید. من مخزن رو خالی میکنم، مخزن رو من خالی میکنم، اول محلولم رو بهش اضافه میکنم که همونطور که گفتم محلول یونیورسال آبی گزینه مناسبیه. قبلا دو شاتش استفاده کردم برای دستگاه دیگه، یک شاتش رو میخوام برای این دستگاه استفاده کنم، یعنی تقریبا تا این خط رو میریزم توی مخزن. قبل از استفاده هم بهتره یه مقدار تکون بدیم تا یک دست بشه داخلش. به این صورت یک پنجم من اضافه میکنم میریزم داخل مخزن. در اینم محکم ببندیم برای استفاده بعدی. خب حالا میام انقدر داخلش آب میریزم تا خط به این خط برسه. به این صورت تا این خط آب رو پر میکنم، حالا مخزن رو سر جای خودش قرار بدم. خیلی دقت کنید تو این انجام دادن مراحل، خیلی باید دقیق باشه. یه لیوان هم میذارم زیر این بخش برای راحتی کار. برای تایید این دکمه رو فشار میدم. برنامه رسوخ زدایی کاملا به صورت خودکار شروع میکنه به انجام دادن یه سری چک ها و انجام هم کلین دم کن هم رسوخ زدایی بویلر و مجاری آب. ممکنه 30 تا 40 دقیقه یا بیشتر زمان ببره که بعد از این مدت دوباره پیغام های خاصی میده که باز اونها رو هم بهتون توضیح میدن. خب تا برنامه رسوب زدایی رو انجام بده معمولا 30-40 دقیقه طول میکشه. یه توضیح هم فراموش نکردم بهتون بدم، این مدل قابلیت نصب فیلتر رو داره، اما داخل کارتنش ممکنه یه همچین قطعه رو براتون نذاشته باشه که میتونید جداگونه تهیه بکنید. فیلترش فقط به صورت اورجینال هستش، بسته‌بندیش هم به این صورته، با یه بسته‌بندی دیگه غیر از این اگر باشه اورجینال خودش نیست، به این شکل هست، آلمانیه و خیلی راحت هم حالا بهتون میگم چجوری نصب بکنید. خیلی راحت داخل مخزن آب نصب میشه. اگر فیلتر آب روی دستگاه نصب بود، شما تو اون مرحله که محلول رو اضافه کردین باید فیلتر رو در می آوردین، نباید فیلتر توی مخزن باشه. و اگر هم خواستین فیلتر رو نصب بکنین، علاوه بر این که توی مخزن نصب شد، باید یه سری مراحل هم برنامه انجام بدین که فیلتر داخلش فعال بشه. با وجود فیلتر توی دستگاه هم کیفیت نوشیدنیتون همیشه یه نواخت یک دسته. هر آبی که بریزین داخلش آب شهری باشه، کلرش زیاد باشه، نیتراتش یا آهکش، همیشه خروجی فیلتر ثابت هست، به خاطر همین نوشیدنی خوبی بهتون میده. از طرفی خب طبیعتاً دستگاهتون هم کمتر احتمال آسیبی داره و پیغام کالکن کلین هم دیرتر داده میشه. اگر بدون فیلتر دستگاه استفاده کنیم ممکنه 150 یا 200 تا نوشیدنی ازش بگیریم این پیغام ظاهر بشه، اما با فیلتر این عدد تا 400-500 افزایش پیدا میکنه و میتونید تو مصرف محلول های رسوب زده یا جنگیر تا حدودی صرفه جویی بکنید و عملا اون هزینه که بابت فیلتر کردین بهتون برمیگرده. شد بعد از حدود 30 یا 40 دقیقه همونطور که میبینیم با این پیغام روبرو میشیم که این چراغ روشن میشه، چراغ کالکن کلین از حالت دیمر خارج میشه و ثابت میشه. این به این معنی هست که مرحله رسوب زدایی به اتمام رسیده، زمان آبکشی هستش.
مخزن رو من میشورم، میشوریم تا ماکسیموم پر آب بکنیم و مجددا سر جای خودش قرار میدیم تا دستگاه مرحله بعد سینه چکه‌گیر هم پر شده، سینه چکه‌گیر هم باید تخلیه بشه. به این صورت برای تایید دکمه رو فشار میدیم، مرحله آب کشی شروع به کار میکنه و معمولا سریعتر هم انجام میشه. میرسیم به مرحله بعدی. دوباره توی این مرحله میگه که سینه چکه‌گیرش رو تخلیه بکنید. به این صورت دوباره سر جا و همونطوری که میبینیم با اتمام کار تمام این چراغ ها روشن میشه و کالکن کلین دیگه چشمک نمیزنه. اگه مراحل رو به درستی انجام داده باشین دیگه این چراغ نباید روشن بشه. اگه در رابطه با تهیه اون قرص ها و محلول هایی که خدمتتون توضیح دادم براتون سوالی پیش اومد یا انجام مراحل رسوب زدایی، میتونید از طریق شماره هایی که توی ویدیوامون هست یا تو پیجمون با ما تماس بگیرید تا همکارا راهنماییتون بکنن. ممنون که با ما همراه بودید.